سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز، با یک برنامه دیگه و انرژی تازه دوباره در خدمتون هستیم. این بار میخوایم بریم در مورد خبر جنجالی آقای احمدی نژاد و صحبتش در مورد خواننده های ایرانی و خواننده های ایرانی مقیم لس‌آنجلس. امیدوارم که لذت ببرید. در این روزا که همه چی با هم قاطی شده و قیمت دلار هر روز داره میره بالا، آقای احمدی نژاد انگاری داره خودشو برای دور جدید انتخابات آماده میکنه. محمود احمدی نژاد رئیس دولت بهار در گفتگوی جنجالی با بهمن بابازاده خبرنگار حوزه موسیقی درباره استاد شجریان، شادمهر عقیلی، محسن یگانه، حبیب محبیان یا همون حبیب خودمون اظهار نظر کرده است که در فضای مجازی و رسانه ها بازتاب بسیار گسترده ای داشته. محمود احمدی نژاد در این مصاحبه برای نخستین بار به تشریح دیدگاه های خود در حوزه هنری، موسیقی و مسائل گوناگون این عرصه پرداخته است. احمدی نژاد در گفتگو با بهمن بابازاده از ظلم به حبیب و علاقه شدیدش به شجریان میگوید و از گفتگو کننده میپرسد محسن یگانه در ایران است یا خارج. احمدی نژاد همچنین درباره حاشیه‌های دیدارش با علیرضا افتخاری میگوید، دیداری که باعث عوض شدن سرنوشت زندگی این خواننده اصفهانی شد. احمدی نژاد ترانه تفنگت را زمین بگذار استاد شجریان را آرمان خودش نامید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین گفته ترانه تفنگت را زمین بگذار محمد رضا شجریان آرمان اوست. او مدعی شد در سال 1388 زیر فشارترین رئیس جمهور دولت کل ایران بوده است. احمدی نژاد افزوده حبیب خواننده پاپ که با تلاش مدیران دولت او به ایران برگشت و در ایران درگذشت مظلوم واقع شد. احمدی نژاد گفته قانونی برای ممنوعیت آواز خواندن زنان نداریم. شجریان ترانه تفنگت را زمین بگذار در سال 1388 در اعتراض به خشونت‌ها علیه معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن سال و اعلام پیروزی احمدی نژاد خواند. لازم به ذکر است که محمود احمدی نژاد از معدود رئیس جمهورهایی بوده که در طی سال‌های 1384 تا 1392 اقداماتی برای بازگشت خوانندگان ایرانی لس‌آنجلسی به ایران کرده است. حالا می‌خوایم نظر احمدی نژاد درباره حبیب رو بشنویم. رئیس جمهور دولت نهم و دهم داریوش و ویگن گوش می‌داده است و علاقه بسیار زیادی به صدای محسن یگانه دارد. احمدی نژاد در این گفتگو معتقد است که به حبیب ظلم شد. او می‌گوید من معترض بودم همون موقع و الان هم. احمدی نژاد میگوید حبیب انسانی بسیار وارسته، عارف و اخلاقی بود که درخواست داد بیاد ایران. به نظرم آدمهای جاهل و تنبل و خودخواهی هستند. عده‌ای هستند که نمیدانم با چه تفکری میگویند نخیر، نباید ایشان بیاید. ما کلن مخالف هستیم. حبیب محبیان خواننده و نوازنده ایرانی که با نام کوچکش حبیب در دنیای موسیقی شناخته می شود که در سال 1331 در آذربایجان غربی به دنیا آمد. حبیب در سال 1360 به دلیل ممنوعیت خواندن ایران را ترک کرد و در سال 1364 در لس‌آنجلس در ایالات متحده آمریکا ساکن شد. او در سال 1388 با نگارش نامه‌ای به رئیس جمهور وقت محمود احمدی نژاد خواستار حضورش در کشور شد و با موافقت ضمنی و پذیرش رعایت برخی شرایط به همراه خانواده‌اش به ایران بازگشت و در رامسر 400 دستگاه اقامت پیدا کرد. در سال 1393 حبیب در جاده ماسوله و شهرک تاریخی ماسوله در حال تولید یک ویدیو کلیپ بود که توسط نیروی انتظامی بازداشت شد و به واسطه تشاهر و همچنین عدم به همراه داشتن مجوزهای مربوطه برای ضبط فیلم به دادسرا معرفی شد تا روند قضایی معمول پیگیری شود.
در پایان حبیب با تودیع قرار وثیقه متناسب آزاد شد. حبیب محبیان مدت‌ها از بیماری سرطان رنج می‌برد و در نهایت در ساعت 9 صبح 21 خرداد 1395 بر اساس ایست قلبی در سن 63 سالگی در روستای نیاسه کتالم رامسر درگذشت. حالا میریم سراغ ماجرای بازگشت معین در زمان احمدی نژاد. در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد، نصرالله معین ملقب به معین و حبیب محبیان درخواست بازگشت به ایران داشتند که در این موارد فقط حبیب امکان حضور یافت با شرط ممنوعیت کار. این خبرنگار حوزه موسیقی در توییتر خود از ماجرای بازگشت معین خواننده پیشکسوت گفت و در رشته توییتر نوشت: بعد از سالها دیدمش، مسئول مذاکره مستقیم بازگشت معین به ایران در زمان احمدی نژاد. گفتم خب بگو کی و چطور کار را خراب کرد؟ آن همه مذاکره و قول و قرار در ترکیه تقریبا برگشت او قطعی بود. او گفت اتفاقا دفتر ریاست جمهوری به شدت پایه بود و همکاری کرد تا لحظه آخر، ولی آن تماس همه چیز را خراب کرد. از پای هواپیما مستقیم می روی اوین. هیچ کس گردن نگرفت آن زمان، شاید هم بازی بود، حتی بلیتش هم را رزرو کرده بوده. نشد که بشود. به مدیر دفتر احمدی نژاد مسیج دادم، معین کنسل شد. معین گفته بود به خاطر حضور در مراسم فارغ التحصیلی پریچهر نشد که برود. احمدی نژاد آن موقع در مجلس گفت مردمی که قالی میبافند نباید روی حصیر زندگی کنند و ملتی که روی دریای ثروت نشستند نباید فقیر داشته باشند. و این مسئله مستقیما اشاره به ترانه آهنگ مردم از معین دارد که فقط چند ماه قبل از این سخنرانی منتشر شده بود. بعد از این اتفاق بلاگ‌های طرفداران معین این را به نشانه تعبیر کردند مبنی بر اجازه دولت به بازگشت بی‌دردسر ستاره موسیقی به ایران. نصرالله معین نجف‌آبادی با نام هنری معین خواننده سرشناس موسیقی پاپ ایرانی مقیم لس آنجلس است. معین در سال 1330 در شهرستان نجف‌آباد واقع در استان اصفهان در خانواده کاملا مذهبی بزرگ شد. در سن 18 سالگی نزد اساتید آواز آن زمان همچون تاج اصفهانی و حسن کسایی به یادگیری گوشه ها و دستگاه های آواز ایرانی پرداخت. از سال 1352 تا 1357 در هتل عباسی اصفهان و کاباره 1001 شب به اجرای برنامه مشغول شد. اولین کار خود را در سال 1359 به عنوان یکی را دوست می‌دارم روانه دنیای موسیقی کرد. فعالیت جدی معین از سال 1360 خورشیدی در آمریکا آغاز شد. معین در سال 1362 نخستین آلبوم مستقل خود را با نام می‌پرستم که ناشر آن شرکت ترانه بود راهی بازار کرد. معین در سال 1368 در سن 38 سالگی با خانومی اسپانیایی ازدواج کرد. وی در همان سال آلبوم صبح بخیر عزیزم را روانه بازار کرد. دو سالی بعد یعنی در سال 1370 اولین فرزند معین پریچهر متولد شد. معین در سال 1374 از همسر خود جدا شد و تا مدتی در تنهایی به سر می برد. وی در سال 1378 برای بار دوم ازدواج کرد. همسر دوم وی خانمی کانادایی به نام پانتا است که از وی دختری به نام ستاره دارد. معین هم‌اکنون مقیم آمریکا است و در لس آنجلس زندگی می‌کند. امیدوارم که از این قسمت هم لذت برده باشید. خیلی خوشحال میشم که نظرات و پیشنهادتون رو در مورد این کلیپ برای ما در کامنت بذارین و یادتون نره که اون زنگوله هم کنیم که از فیلم های آینده ما با خبر بشید. ممنونم ازتون و یادتون نره که ما رو در یوتیوب، فیسبوک و اینستاگرام فالو کنیم. با تشکر مستر ریپورتر.